نشیه که براشون به وجود بیاد راجع به اینجور مسائل که خب الان مکررن توی ایمیل ها داره پخش میشه و جلو میره. یه قسمت دیگه هم به نظر من در کنار صحبت شما اینه که وقتی که چون الان بحث سیاسی خودتان خیلی زیاده، بحث اجتماعی خیلی زیاده و این دوتا من فکر میکنم در کنار هم بعضی موقع ادغام میشه، یعنی مسائل خصوصی و شخصیتی ماها با نیازهای خصوصی و شخصیتی و احساسی ماها در کنار مسائل سیاسی و اون چیز اجتماعی و اون که چه چیزی ممکنه به نظر ماها بهتر باشه که داره اتفاق میفته، همه و همه ادغام میشه با هم دیگه و در نتیجه همچین شرایطی در وقتی که نشستیم تو خونه با خانواده خودمون داریم بحث سیاسی میکنیم یا بحث اجتماعی و بحث احساسی میکنیم یا اینه که با در مهمانی های مختلف داریم تشکیل میریم و در این فضا داریم این کار انجام میدیم یا در ایمیل هایی که برای هم دیگه داریم میفرستیم یا در تظاهرات اگر اشخاص در قسمت های مختلف دنیا دارن انجام میدن، اینی که آگاه باشیم که همه اینا هم در کنار هم اومده خیلی مهمه، چون باز تفکیک کردن احساسات و عقلانیت و واقعیت به نظر من خیلی مهم میشه. اگر همه اینا رو من مثل یک کلاف سردرگمی دائم دارم از احساساتم به افکارم به رفتارم به نیتهام به اون چیزی که برام مهم انجام میدم، یه مقداری ممکنه آگاه نباشم که شاید نشستم در یک محفل خصوصی یا در محفل عمومی مثل تظاهرات و رفتاری که دارم میکنم رفتاریه که همونطور که گفتیم بی احترامی کامل به خود یا اشخاص دیگه، بی احترامی کامل به عقاید اشخاص دیگه یا خشونت یا حالا چه نظر شعار داره میاد، چه یک نفر میاد جلوی من میپیچه اعصابم خورد میکنه شروع میکنم فحش دادن، چه گفتاری باشه چه فیزیکی عملی باشه. من فکر میکنم الان جایگاهیه که ماها خیلی خیلی مهمه که یک نگاهی به خودمون بکنیم، به جای که نگاهمون هی به بقیه باشه، من فکر میکنم که یک نگاهی به خودمون بکنیم و ببینیم که من چه رفتاری دارم انجام میدم بزرگترین کاریه که من فکر میکنم هر انسانی امروز میتونه انجام بده. و میگم چون من تخصصم از دیدگاه روانشناسی مشخصا از اون دیدگاه به مسائل نگاه میکنم و میبینم که وقتی تک تک ماها کار درست رو برای خودمون انجام بدیم در کنار هم تک تک ماها که کار درست رو انجام میدیم تحول بسیار جامعه سالم بر اساس افراد سالم هستش. دقیقا اون زمانه که میتونیم که به هر صورت تحولی رو کلن در جوامع خودمون به وجود بیاریم، حالا چه برای کسانی که خارج از ایران هم زندگی میکنن این جامعه میتونه حتی جامعه کوچیکی باشه، از ایرانیان که اطرافشون هستن جامعه ای باشه، حتی از مملکتی که مهمانی که دارن اونجا دارن میزبانی که دارن اونجا زندگی میکنن و خب در کنارش مملکت خود ما هم باشه. و این به نظر من خیلی مهمه در وقتی که یک حرکتی ورای مسائل روزمره زندگی ما اتفاق میفته، فرصت خیلی خوبیه که یک دفعه ما چشم‌اندازی به خودمون داشته باشیم، دوربین رو برگردونیم به طرف خودمون و ببینیم که در شرایطی که احساسات ما برانگیخته میشه در عمل چه رفتاری داریم انجام میدیم، چون تو حالت روزمره میفتیم تو مسائل روزمره، بچه‌ها میگیم خب مثلا خب همسر من که شخصیتش این شکلیه، بچه‌ی من که شخصیتش این شکلیه، اون پلیس دم در خونه که شخصیتش، یعنی برای هر کسی یه برچسبی میذاریم و بعد روی اون مدل برچسب رفتار میکنیم. ولی زمانی که یک تحول اینطوری داره پیش میاد که متفاوته تا کار روزمره ما، اونجاست که میخوره بهمون و یک دفعه رفتارهای غریزی فهم فکر میکنم انجام میدیم و در این شرایط خیلی مهمه که وقتی دوربینو میندازیم رفتارهای غریزی خودمون رو بهش آگاه میشیم و وقتی اونها رو بهش آگاه میشیم تازه حق انتخاب روش پیدا میکنیم. یعنی اگه من رفتار غریزیم فرضاً این باشه که اگر کسی بیاد من احساس کنم که به عقیده من داره توهین میکنه، رفتار غریزی من اینه که برگردم به اونم توهین کنم تازه مشتمم اینجوری کنم بزنم توی صورتش، قبل از اینه که این اتفاق بیفته وقتی که دوربین رو خودم میندازم میتونم نگاه کنم که اوکی رفتار غریزی من ممکنه این باشه ولی آیا میتونم که حق انتخابی داشته باشم حتی روی رفتار خودم، حق انتخابی داشته باشم روی اینی که چجوری تشخیص بدم که الان چی کار باید بکنم که به یک مقدار درجه
شاید شخصیت من و فهم و درک من رو بالاتر ببره. دقیقا. به هر حال من نمیتونم بیشتر از این با شما موافق باشم. این به نظر من نکات خیلی مهمی رو گفتین و تفکیکی که انجام دادین. من باز میخوام برگردم که این نکته رو متذکر بشم که فراموش نکنیم که کسی مثل گاندی با اون نوع رهبریت خاص خودش با یک جمعیت بسیار زیاد کاملا بدون داشتن هر نوع تکنولوژی و دست خالی تونست بزرگترین قدرت استثماری زمان خودش رو به زانو در بیاره بدون اینکه حتی یک گلوله ای از طرف هندیا به سمت انگلیسی ها شلیک بشه. یعنی میخوام بازم تاکید کنم که بهترین راه مبارزه مبارزات منفی و عدم خشونته. خشونت میاره. به قول فردوسی میگه پدر کشتی و تخم کین کاشتی، پدر کشته را کی بود آشتی. این تسلسل کین ورزی و خشونت گرایی رو ما باید یک جای قطعش بکنیم. این باید از تاریخ ما بره بیرون و راه به نظر من با شناختی که ما الان داریم با توجه به اینکه جامعه جهانی دیگه جامعه انقلابی نیست که خشم انقلابی یکی از معیارهای خوب اجتماعی شناخته بشه و قهر اجتماعی و قهر انقلابی و خشم انقلابی باید به شکل مثلا اعدامهای انقلابی، ترورهای انقلابی، شکنجه های انقلابی باشه، الان به نظر من موقعیتی است که ما به طور عقلانی رفتار بکنیم و بگیم بس هر چقدر که خشونت کردیم و ماها شبیه به اونها نشیم. میدونین چرا بسیار بسیار عمل مشکلیه؟ برای اینی که ما خیلی موقعها به خاطر اینی که بایستیم، بلند شیم، تیک استند بکنیم، به خشممون و نیروی خشممون احتیاج داریم. من اینو خیلی خیلی زیاد در خانواده هایی رو که ابیوز می شدن، دامستیک ویلنس، برای کودکانی که ابیوز می شدن در خانواده هاشون اینو خیلی می دیدم که زمانی که اون شخص خشمش رو استفاده نمی کرد و خشمش می رفت توی وجود خودش، می رفت به یک افسردگی خیلی خیلی زیادی و یک یأس و ناامیدی به آینده، به اینی که من زور ندارم، من هیچ وقت نمیتونم کاری انجام بدم. و خب اون رو خیلی به سزا تا این 30 سال دیدیم و مشخصا درصد اعتیاد در جامعه ما یکی از بالاترین درصد اعتیاد در دنیا هستش و درصد کوکین استفاده کردن از ببخشید هروئین و تریاک در جامعه ما خیلی بالاست، مخصوصا از بچه، از کودکان. و در نتیجه نشان دهنده اینه که کلا افسردگی خیلی بالا هست در مملکت ما، خیلی زیاده. و این افسردگی یکی از مسائل مهمش ناامیدی از آینده است، به اینی که من نمیتونم تکون بخورم. در نتیجه ما خشممون رو احتیاج داریم که بلند شیم برای اون چیزی که دلمون میخواد. ببخش من اینجا شما رو قطع بکنم. شما خودتون ابتدای برنامه حرف خیلی خوبی زدید، گفتید که یک موقع خشونت در رفتار، یه موقع خشمگین شدن در احساسه. بنابراین شما سرعت داریم میریم به اونجا، میخواستم به اونجا برسم. مقدمه چینی دارم چون قبلا گفته بودید آخه. میخواستم بگم اون تیکه اولش لازمه، مسلما تا اون نباشه اصلا هیچ نوع انگیزه ای به وجود نمیاد. بله، یعنی مهم اینجاست که اشخاص بدونن که ببینید، چون چیزی که داشتین میفرمودین این بودش که بریم به طرف مهر، بریم به طرف عشق به هم وطنامون و میخوام نگاه بکنیم که ببین یه زمانه که میگیم هدف اینه که به اینجا برسیم، ولی برای اینکه این هدف اینه به اینجا برسیم فقط یک شعار نشه و بتونیم واقعا به عنوان یک انسان چجوری به اونجا برسیم، از اونجاست که من دارم کاربرد نگاه میکنم که خب من به عنوان یک انسان اولین قدمی که برام اتفاق میفته اینه که خشمگین میشم. حالا یا این خشمم رو بعد فروکش بکنم و بگم اشکالی نداره قربونت برم، تو ماهی، تو شایی، تو خوبی، فلانی، بیساری، یا اینی که باید خشم خودم رو هم ارزش بدم. اون وقت باز میاد میگه اگه خشم خودم رو ارزش بدم چجوری میتونم این رو مینتین بکنم که هم خشمم رو نگه دارم، کار آسونی نیست، هم خشمم رو نگه دارم که بتونم بایستم، هم خشمم رو نگه دارم که بتونم صدامو بالا ببرم، هم خشمم رو نگه دارم که اگه بسیم زور بهم میگه بگم نه حق نداری به من زور بگی، همینی که مهرم رو نگه دارم، به اینی که من تنها کاری که دارم میکنم اینه که اجازه نمیدم تو بهم زور بگی، ولی برق در کنارش نمیام به تو زور بگم. و این یک خط خیلی
مشخصیه اگر نگاه کنید. همینطور.